درود دوستان این ویدیوها مختص کلمه هست به خاطر همین گرامه رو جمله و اینا توش توضیح نمیدم اینجا میخوایم تند و تند کلمه یاد بگیریم درسای گرامه رو جمله بندی و اینها جدا هست و به اسم توضیح یک مت گذاشتمش توی همین کانال یوتیوبی مون برای که ویدیوها راحت پیدا کنید سایت یادگیری نقطه ده رو را انداختیم و اینستاگرام هم هست اسمش یادگیری نقطه ده که خیلی راحت میتونید اطلاعات رو از اونجا در بیاری چه چی, چی هایی داریم چه چی چیزایی نداریم اوکی تو ویدیو قبل من یه اشتباه کرده بودم این دست الب نیست رو ترجمهش رو اشتباه گذاشته بودم دست الب نیست بچه ها. معنی ماجرا میده معنی تجربه هم میده مثلا فرض کنید که تجربه یعنی چی ما میدونیم که دی ارفاقونگ این هم معنی تجربه میده درسته؟ خب حالا یه نفر مثلا یه سری اتفاقات براش میافته براش تجربه میشه یا مثلا بچه بزرگ میشه توی زندگیش تجربه کسب میکنه این میشه این تجربه که قرمز نوشتیم ولی یه موقع میگیم که مثلا یارو رفته ماه این یه تجربه نو هست به خاطر هم بهش میگن یک نیست یک ماجرای هست که با تجربه همراه هست در واقع نمیشه گفت حالا دقیقا فقط ماجرا هست یا فقط تجربه هست این رو توجه داشته باشی مثلا یعنی تجربه معمولا این نیست معمولا توی سفرها پیش میاد یه چیزهای نو و تازه هستن مثلا گفته که زین قایز الپنیسه لیفن اونس گنو گشپیس شتوفه این خیلی آلمانیه اصلا هیچ فارسی زبان اینطوری فکر نمیکنه ولی حالا زینه این ای گرفته به خاطر اینکه که قیز آن راستی قرارش گرامیر اینجا توضیح ندیم مرنیش میشه ماجراهای مسافرتی این میشه این ماجراهای مسافرتی او به ما به اندازه کافی لیفرن اونس لیفرن به معنی مثلا شما یه کالای رو به یک جا که میرسونین میگن لیفرنش میکنید به خاطر همین مثلا موقع که یه چیزی از ایبی میخریم بهش میگن لیفرن سایت یعنی اینکه مدتی که طول میکشه تا به دست شما برسه مثل حالت ترابری داره اوکی خب حالا نگاه کنین این درس رو من به این قضیه اختصاص دادم که کلمه ارنقونگ و کلماتی که بهش میچسبه یه تجربه‌ای که من داشتم خودم اوایل آلمانی یاد گرفتنم به مزی که می‌دیدم ای وای این کلمه ها چقدر طولانیان یه حال بدی به هم دست می‌داد احساس می‌کردم این کلمه ها رو نمیتونم یاد بگیرم ولی یه کمی که با دقت می‌خونیدش و چشمتون با حروف لاتین آشنا میشه خیلی سریع میتونید تشخیصش بدید و بخونیدش به خاطر همین این درس رو ما با هم انجام میدیم که هممون این شکلی بشیم خب ناغونگ چون من کنار اینا هی کلمه میگم ناغونگ میشه تغذیه آنچه که آدم میخوره خب حتی مثلا میگن که میدین ناغونگ بهت میده یعنی تغذیه بهت میده یعنی اون چیزی که به فکرت در واقع تغذیه میشه یعنی مثلا به مغزت خوردونند. خورونده میشه تغذیه هر چیزی که خوراکی باشه خوراکی را خوردن میشه ناغونگش میکن حالا ارنغونگ میشه تغذیه حالا ببینید چند تا کلمه میتونه هی بهش بچسبه که هی ما مثلا معنی میگیم حالا هی مثلا من دیگه ارنغونگ رو خط نمیکشم ارنغونگ به یعنی ارزش تغذیه بعضی یا بچه ها من مجبورم کلمه رو توضیح بودم مثلا شاید افغان زبان هستن مثل ما صحبت نمیکنن یه چیزایی رو من توضیح میدم که معنی جمله و کلمه رو بهتر درک کنیم به وقتی که میگیم به یعنی ارزش گذاشتن فعلش به مثلا شما یک کاری که میکنید یک یعنی نفر میاد بورتن میکنه یعنی بهش ارزش گذاری میکنه بها گذاری میکنه مثلا یه کالایی رو ساختید مثلا یه ظرف یه کاسه ساختید یه نفر متخصص میاد این رو بورتن میکنه یعنی قیمت میذاره روش مثلا میگه که این دونه مثلا چند دلاره مثلا میگه 5 دلار من میتونم این رو ارزش گذاری کنم اوکی حالا ارنرونگ بهورتون یعنی ارزش غذایی ارزش و بها کلا معنیش اینه که مثلا وقتی که شما مثلا میگم یه دونه گندم رو میخورید مثلا میگن که چقدر پوتاسیوم داره چقدر نمیدونم کلسیوم داره چقدر فلان چنان داره اینا به گشه ارزشی که توی اون غذا وجود داره از نظر مواد آلای... مواد آلای، مواد, مواد مغزی که درش وجود داره بهش میگن ارزش غذایی به ورتونگش گشه گوونهایت این اسه کسایی که در ما رو خوب دنبال میکنن تو گرامر میدونن این اسه قضیهش چیه اسه هست که دو تا کلمه رو با هم وصل میکنه ارنغونگزگوونهایت میشه عادات غذایی مثلا میشه چی؟ مثلا عادات غذایی آلمانی ها این است که مثلا همه چیز رو با سیب زمینی میخورن هرچی چی میخواد باشه مثلا هویج رو با سیب زمینی میخورن ولی عادت غذای ایرانی این است که یه بشقاب پلو اینجوری پلو با یه دونه خورشت باید کناش باشه این میشه عادت غذایی ما درسته؟ این میشه عادت غذایی میشه ارنرونگسگونهایت اون چیزایی که ما بهش عادت داریم حالا در مورد گونهایت یه کلمه رو بخوام تو... کلمه رو بخوام یکم یک تج... تشریحش کنم شما چه جاهایی میتونین کاربرد ازش داشته باشین گوونهاید مثلا میگین که گونهایت من اینه که مر صبح ها ساعت هشت صبح از خواب بیدار بشم عادت من این هست که نمیدونم شبها ساعت دوازده بخوابم یا مثلا من دیگه روزی پنج ساعت زبان خوندن برام شده گوون هایت اینجور چیزایی میتونید استفادهش کنید ارنیغونگز دوباره اس به همچنس موندن دو تا کلمه ارنیغونگز نیوو این میشه صد مثلا میگین که سطح زبان من چنده نیوو زبان من مثلا به اینسه این نیوو این ویدیو هایی که داریم میسازیم مثلا به اینس بیتسوایه این میشه نیوش بعد ارنه هم که میدونیمش این دیگه مثالاش رو نمیگم که مثلا چون میدونید سطح منظور چیه ارنه فیزیولوگی این مثلا فیزیولوگی رو بچه خیلی از آلمانی که مثلا اهل سواد هستن این کلمه رو زیاد میشنوید بیان ببینیم معنیش چیه فیزیک از فیزیولوگی یعنی یه چیزی که فیزیکی باشه درسته از فیزیک در واقع داره میاد فیزیک اگه اشتباه نکنم و درست نشته باشم خب فیزیک ما یه،, یه،, علم فیزیک داریم یه علم شیمی داریم میانیم قضیه فیزیولوگی چیه که مثلا یه کمی سعی میکنیم تو این ویدیوها برای مرور باشه و هم برای کسایی که شاید ندونن مثلا نمیدونم به هر دلیلی ندونن ما یا مواد شیمیایی داریم یا, یک قضیه شیمیایی داریم یا یک قضیه یه فیزیکی داریم مواد قضیه شیمیایی میشه این که مثلا نمیدونم از یک محصول آ یک محصول ب رو از طریق فیز... شیمیایی تولید کنیم مثلا نمیدونم از نفت مثلا از اول مثلا بنزین بگیری این میشه یک پدیده شیمیایی درسته حالا پدیده فیزیکی چجوریه از طریق در واقع انصرهای اون, اون چیز میگن تغییر نکنه بهش میگن فیزیکی یعنی اینکه مثلا شما یک توپ رو بکوبید به یک دیوار و در دیوار یه دونه فرو رفتگی ایجاد کنید این میگن یک پدیده فیزیکی صورت گرفته با مشت بزنید تو دیوار دیوار مثلا بره داخل این یک پدیده فیزیکیه اوکی پس در به قولن اون ترکیب مولکولیش تغییر صورت نگرفته حالا وقتی که میگن ارنیقونت فیزیولوگی در واقع در داره میگه که اون چیزای شیمیایی شما مد نظر نداریم پدیده های فیزیکی شو مد نظر داریم حالا یکم پیچیده است ولی همینطوری یکم درکش کنید حدودا خوبه حالا مثلا اینکه خیلی کسی علاقه داره مثلا بزن نقون فیزیولوژی توی گوگل اینقدر مقاله میاد که 100 درصد میتونید کاملا درک کنید قضیه حالا یه دونه داریم ارنه پلیتیک سیاست های غذایی میگم سعی میکنم تمام اطلاعات عمومی و اینجور چیزا هم بهتون بدم مثلا یه سری سیاست های غذایی دارن که مثلا میگن که اه... توی کشور آلمان میایم به کشاورزها یه سوبسیتی میدیم اون آقایی که کشاورز هست این مثلا بیل دستش خب که این بیاد مثلا سیب زمینی ها رو ارزون تر تولید کنه که وقتی که میخواد به دست م... به قولن مشتری برسه مثلا ارزونتر به دستش برسه قیمت ها مثلا افت کنه که نمیدونم از این طریق ما بتونیم این رو مثلا ترغیبش کنیم که مثلا از کود شیمیایی استفاده نکنه یه چیز خیلی بی ربط اینا میشه سیاست هاشون که این کار رو بکنن مثلا چه میدونم؟ مثلا عربستان سعودی همیشه گوسفندایی رو که تو سا... س... قربانی ها بودن قربانی های بیچاره رو خاک میکردن ولی الان مثلا میگن که آقا اینا رو بدیم به کشورهای فقیر کشورهایی که نیاز دارن برای چی این همه گوشت رو به خاک میسپارید این میشه سیاست تغذیه‌ای. مثلا حالا این پیرامیده رو خیلی از آلمانی ها میشنوید به خاطر اینکه میگن هر چیزی یک زنجیره ستاییه یک آبیت س. حالا میتون آبیت به هر نحوی نوشته شده باشه اوکی؟ پس این میشه این پیرامیده پیرامیده بچه ها همون چیزها هستن در واقع هرم هایی هستن که در واقع کلمه شما از همون هرم های توی مصر میاد که میگن این فرم هرمی این ستایی یا اینجور چیزها پس این پیرامید پیرامیده در واقع میدونید که میشه هرم در اینجا اوکی حالا اینم دوباره اس چسب موندن میشه هرم غذایی حالا مثلا به هر نحوی میتونه باشه مثلا میگم تو ژاپن میگن مرغ رو با سیب زمینی و سبزی اگر بخوری بیشترین جذب اون مواد و املاح اون غذا به بدنت صورت میگیره یعنی چیزی نیست که باعث بشه چیزی داخل این ستا نیست که باعث بشه مثلا میگم کلسیوم داخل این بمیره به بدنت نرسه یه چیز کوچولو هم این وسط پرانتزی بهتون بگم بچه ها ما ایرانی ها عادت داریم متاسفانه خیلی چیزها رو با ماست میخوریم ماست رو با هر غذایی اگر بخورین یا حتی یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از غذا اگر بخورین باعث میشه تمام تمام آهن موجود در غذا از بین بره و میدونید که تمام ما ایرانی ها نمیدونم سوری ها عربستان سعودی ها و اینجور چیزها مشکل آهن داریم آهن خون داریم و این باعث میشه عمر کوتاه بشه دندونا زود خراب بشن چشم زود ضعیف بشه و خیلی مسائل دیگه آهن خیلی مسئله مهمیه پس سعی کنید ماس رو حذف کنید و همتون چای چای هم قبل از غذا و بعد از غذا Ernährungsrichtlinie. این بچه ها اینقدر این کلمه توی آلمان به کار برده میشه که حد و حساب نداره برای که همه چیزشو رو با رهنمود میگن رهنمود یعنی چی؟ یعنی من بهت یک توصیه میکنم اجباری در کار نیست میخوای انجامش بده میخوای انجامش نده خاطر که اگر تو انجامش ندی به... نمیدونم به جامعه ضرری نزدی پس مثلا میاد گیه که یک مثلا یک بیمه مثلا آوکا فرزی شغونگ آوکا یه سری رهنمود میده مثلا میگه که حالا اگر بدونید خوبه مثلا تو اخبارم خیلی میگتش مثلا میگه که بیام من ماهی سالی دیوی یورو بهتون میدم تحت تغذیه ما قرار بگیرید تحت تغذیه ما قرار بگیری یعنی اینکه که بهتون میگه که باید مثلا فاکتورهای قضاها بفرستی که مثلا من بدونم سالی نمیدونم ماهی اینقدر گوشت میخوری اینقدر سیب زمینی میخوری اینقدر سبزی میخوری سیگار نمیکشی و ورزش میکنی اگه این کارار رو بکنی فکر کنم حتی 350 یورو میدن بچه اگه کسی دوست داره پیگیری کنه میتونه پیگیری کنه سایت آوکا ارنگونگز غیست لینیه ولی اگر کسی این قبول بکنه ما 350 یورو رو بگیر سیگاری باشه براش درد سر میشه اینو بدونید بچه ها امنیت غذایی یعنی چی؟ اگر اشتباه نکنم تو فاز همون ببخشی ناقوس خیلی صداش بلنده نقوم یعنی امنیت غذایی که مثلا میگه که من تأمین میکنم امنیت غذا رو از نظر اینکه سالم باشه یا یعنی نمیدونم حتما به دست مردم برسه من که تو ایران میفته و افغانستان میفته کاملا متلک وار بفتن ستاتوس وضعیت تغذیه وضعیت تغذیه این که مثلا همون این که مثلا ستاتوسشون چجوریه یعنی به اندازه کافی غذا به دستشون میرسه یا مثلا اگر انسان نیاز داره که مثلا حداقل ماهی یک کیلوگرم گوشت مثلا بخوره آیا به دستش میرسه اگر مثلا نمیدونم ماهی به دستش میرسه اینجور چیزا وضعیت غذایی ارنیخونگ شتونگ شتورونگ بچه ها کلن شتورونگ شتوغون معنی اختلالات میده مثلا شما شلاف شتورونگ دارین زه شتورونگ دارین نمیدونم گه شتورونگ دارین یعنی اختلال رفتن ببینید مثلا من اینجا شتورونگ رو بنویسم این چقدر کلمه این تو به بچسبه که همین الان اینجا یادش میگیریم خلاص شتورونگ فرض تمام این کلمات بعدش میشه ذهن استورون شلافتورون نمیدونم گه استورون نمیدونم سیمتومه استورون سیگناله استورون نمیدونم همه اینا یعنی اختلال دیدن اختلال سیگنال اختلال نمیدونم هوا اختلال هر چیزی استورون ان بوز بشه یه چیزی مسدود بشه یه چیزی خوب به دست افراد نرسه اوه اوه ویدیو داره ساب طولانی میشه حتی ویدیو رو اگر دوست دارین لایک خوشگل هم حتما بزنید ارنگوند شتودی دوباره اسه چست شتودی میشه بررسی شتودیوم میشه دانشجو بودن دیگه دیگه تحصیل کردن شتودی میشه بررسی بررسی میکنیم یه چیزی رو برای کلمه بررسی و تحقیق خیلی کلمه داریم پس حالا یه درس میذاریم در موردش سطوح تغذیه مثلا توی یک جامعه افراد ثروتمند چه جوری تغذیه میکنن نمیدونم افراد فقیر چطور تغذیه میکنن یا با چی تغذیه میکنن این چیزا یا مثلا توی آفریقا چطوری تغذیه میشه توی کشور اروپایی چطور تغذیه میشه میشه سطوح تغذیه انرونس تغذیه این خیلی وجود داره بازم برای آوکا برای اینم مثلا یه دونه پروگرام داره که مثلا میگه که بیاین مثلا من بهتون یه وام ده هزارتایی اگر اشتباه نکنم میدم و افراد که خیلی چاق هستن یه وام ده هزار تایی میدم تحت تغذیه من قرار بگیر تمام دکتر تو اینا همه رو من میدم و اینجور چیزها که مثلا بهش میگن تخپیش میکنن درمانش میکنن تخپی میشه درمان این کلمه تخپی هم یه کلمه است که خیلی خیلی چیزا میتونه بهش چسبیده بشه تخپی نمیدونم مثلا نرفم تراپی درمان اعصاب نمیدونم پسوشیش تراپی نمیدونم پسو تراپی نمیدونم خیلی چیزهای دیگه هر چیزی که به درمان مربوط بشه میتونه اون کلمه به تراپی بچسبه در واقع یک عملکرد به تراپی میچسب میشه درمان اون مسئله درمان چه میدونم کمبینی نمیدونم ضعف رفتن نمیدونم هر چیز دیگه میشه تاپیش میکنیم انرونگز او به وخونگ او ها میشه نظارت یا مثلا پاسداری یا مثلا یه نفر میبینین ها راستی مثلا دورمینایه که مثلا توی سوپرمارکت ها هستن و اینجور چیزا بهشون میگن چی؟ بش میین اوبه واخونگز کما واخونگز کامره. یعنی دوربینای امنیتی امنیت ایجاد میکنن این رو هم در نظر داشته باشیم باش. انرونگز ویسنشافت یعنی علوم تغذییه دانش تغذیه ویسنشافت میشه دانش انرونگز وضعیت سوشتن میشه وضعیت هر چیزی که تحت وضعیت خاصی قرار بگیره مثلا میگیم که این دانش آموز در سوشتند خوبی نیست یعنی در وضعیت خوبی نیست یا یعنی این کشور در سوشتند بدی قرار گرفت در وضعیت بدی قرار گرفته خب کلمات من یک بار سریع میگم که یک بار با همدیگه حفظش کنیم میتونین چشماتون ببندین کلمات رو بشنوید ارفاهونگ تجربه نیست ماجرا تجربه غیز الیبنیس ماجراهای مسافرتی لیفرن به دست کسی رساندن ارنهونگ تقضیه ارنهونگز به یعنی ارزش گذاری تقضیه به ارزش دیگه من ارنهونگار نمیگم گوون عادت نیوه سطح فیزیولوژی فیزیکی فیزیک علم فیزیک فیزیولوژیست پولیتیک دی پولیتیک سیاست دی پرمیده. هرم ریشتس رهنمود زیشرونگ امنیت شتاتوس وضعیت شتورونگ اختلال شتودی بررسی شتوف سطح تراپی درمان اوبواخونگ امنیت نظارت Wissenschaft دانش سوشتند وضعیت خب اگر ویدیو رو دوست داشتین یه لایک خوشکل به ما هدیه کنید و کانال رو تا اونجایی که میتونید به دوستای خوبتون معرفی کنید تا همه بتونن ازش استفاده ای ببرن دوستار همتون تا ویدیو بعد یادگیرید